الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى می‌فرماید پس چون الله به آنها فرزند شایسته داد برای او در آنچه به آنها داده بود شریکان مقرر کردند تا آخر آیت اکنون نوع‌های شرک که مقصد در این آیت است یکم شرک اکبر اعتقاد میکند که این کودک را فلان ولی داده است و مانند این زیرا آنها آفرینش را به سوی غیر الله نسبت دادند دوم شرک اصغر سلامتی نوزاد و حفظ او را به طبیبان و مانند آنها نسبت میدهد زیرا او نعمت را به سبب نسبت داد و سبب گر را فراموش کرد سوم مقصد از آیت شرک اصغر است در بندگی است به اینکه محبت او را بر محبت الله سبحانه و تعالی تقدیم نماید و او را از طاعت الله مشغول سازد پس چگونه این کودک را در محبت همتای الله میگردانیم دلیل دوم این است که ابن حزم میگوید عالمان اتفاق دارند که نامگذاری به کلمه عبد وقت نسبت آن به غیر الله باشد مانند عبد عمر عبد الکعبه و مانند این حرام است به جز عبد المطلب بنده گرداندن برای غیر الله جایز نمی باشد و کسی به گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند من پسر عبد المطلب هستم دلیل آورد بر وی رد میکنیم یکم این که این از حدیث های متشابه است و ما نسخ های واضح محکم داریم که این را رد میکند دوم این حدیث از باب خبر دادن است و از باب انشاء و اقرار کردن نیست سوم پیامبر صلی الله علیه و سلم به این کسی را نام نکرده است یگان صحابه اش را به این اجازت نداده است یا اقرار نکرده است چهارم به این نام پیامبر صلی الله علیه و سلم شناخته شده بود و اگر می گفت من پسر عبدالله هستم مردم او را نمی شناختند پنجم رسول الله صلی الله علیه و سلم از چیزی که واقع و تمام شد و گذشته بود سخن کرد و به راستی عبدالمطلب وفات کرده بود ششم عبدالمطلب اسم نیست بلکه آن لقب است و نام او شیبت الحمد است و پدرش هاشم بود او را در سن خردسالی به مدینه به نزد تقاهایش بنی نجار فرستاد تا تعلیم گیرد و نشأ و نما یابد پس وقتی عمکش مطلب مدینه آمد شیبت الحمد را با خود گرفت پس وقتی به مکه رسید رنگ او از سفر طولانی تغییر یافته بود پس مردم گفت این بنده کیست گفتند عبدالمطلب و بندگی غلامی در آن اشکال نیست پس به آن لقب پیوسته شد و به این اشکال از بین می رود دلیل سوم از ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر این آیه آمده است که وقتی حوا حامله گردید ابلیس نزد آنان آمد و گفت من همان کسی هستم که شما را از بهشت برآوردم اکنون نیز سخن مرا بپذیرید و نام فرزندتان را عبدالحارث بگذارید وگرنه برای او شاخهای همچون شاخهای بزکوهی درست میکنم که شکمت را پاره بکنم و چنین و چنان میکنم و تهدید کرد آنها نپذیرفتند فرزندشان مرده به دنیا آمد بار دیگر حامله شد شیطان دوباره نزد آنان آمده و پیشنهاد خود را تکرار کرد باز هم نپذیرفتند فرزندشان مرده به دنیا آمد بار سوم حامله گردید شیطان باز هم آمد و تهدید خود را تکرار کرد محبت فرزند بر آنها غالب آمد و قبول کردند و نام او را عبدالحارث گذاشتند به خاطر همین است که الله سبحانه و تعالی فرمود آنها برای الله در چیزی که به آنها داده بود شریکان مقرر کردند روایت ابن ابی حاتم ابن ابی حاتم با سند صحیح تفسیر قتاده را درباره این آیه چنین نوشته است
اینجا شریک ساختن در طاعت بود نه در عبادت. او با سندی صحیح تفسیر امام مجاهد را در فرموده الله آورده که گفته است آنها می ترسیدند که فرزندشان به جای انسان در شکل چیزی دیگری به دنیا می آید. با همین معنا از حسن بصری و سعید و دیگران ذکر شده است. در حدیث آمده است که دو شاخ عیل، عیل بزی ناری کهی است. عبدالحارث این اسم را اختیار کرد زیرا این نامش است، پس خواست که او را برای خودش بنده گردانند. این قصه از چند وجه باطل است. یکم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در این قصه خبری درست نیست. ابن حزم گفت این قصه دروغ و بافته شده است. دوم، در نهایت امتناع است که الله سبحانه و تعالی خطا را ذکر کند و توبه آنها را ذکر نکند. سوم، انبیا با اتفاق عالمان از شرک پاک هستند. چهارم، مردم در روز قیامت پیش آدم علیه السلام می آیند، پس از خوردن از درخت عذر می آورد و آن معصیت است. و اگر شرک واقع می شد، هر آینه عذر آوردن به آن قوی تر و بهتر بود. پنجم، شیطان برای آنان گفت من صاحب شما هستم و کسی گمراه کردن را نمی خواهد، این را نمی گوید. ششم، ممکن نیست که آنها شیطان را تصدیق کنند که برای او دو شاخ بزی کوهی می سازد، پس این شرک در ربوبیت است. هفتم، در آیت یوشریکون به ضمیر جمع است و اگر آدم و حوا می بود هر آینه یوشریکون آن دو شرک آوردن می گفت. هشتم، بنابراین تفسیر آیت به سوی فرزند آدم می گردد که در حقیقت شرک آوردن، پس بعضی آنها مشرک و بعضیشان یک تا پرست هستند. مسئله های این موضوع، یکم، حرام بودن اضافه کردن کلمه عبد در نامها و غیر الله حتی عبدالمطلب. دوم، تفسیر آیتی پس چون الله به آنها فرزندشان استداد برای او در آنچه به آنها داده بود شریکان مقرر کردند. سوم، البته به مجرد نامگذاری به قصد حقیقت آن هم شرک است و درست این است که در حقیقت شرک است و شرک از شرک آوردن فرزند آدم است نه از آدم و حوا. چهارم، بخشیدن دختر سالم برای مرد از جانب الله نعمت است، زیرا بعضی مردم گمان میکنند که دختر بخشیدن از عذاب است وگرنه بخشیدن پسر سالم نیز از باب نعمت هاست. پنجم، گذاشتن نیک، فرق میان شرک در طاعت و فرمانبرداری و شرک در عبادت را بیان داشتند. آدم و حوا شیطان را اطاعت کردند و او را عبادت نکردند و این بر اساس درستی قصه است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.